آیا زمان ماندگاری ویروس کرونا روی دستکش‌های یک بار مصرف و دستکش‌های نخی با هم متفاوته؟ آیا ممکنه ویروس کرونا از طریق بازدم فرد سیگاری در خیابون به ما منتقل بشه؟ امروز به این سوال‌ها جواب میدیم. شما هم از این فرصت استفاده کنید و سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام ما @bbc شما برامون بفرستید تا مهمون برنامه مستقیم پاسخ پرسشاتون رو بده. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز از قرنطینه سوال‌های شما رو از دکتر گودرز دانایی، متخصص همگیرشناسی از دانشگاه هاروارد می‌پرسم. خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. افسانه سوال کرده که کدوم دارو تا حالا دوره آزمایشیش از همه موفق‌تر بوده؟ داروی رمدزیویر اخیراً در چند مطالعه که روش انجام شده نتایج نسبتاً خوبی نشون داده. این داروی ضد ویروسی هست. یکی دو تا مطالعه روی چند صد بیمار در چین و در جای دیگه دنیا انجام شده نشون داده که طول دوره بیماری‌های شدید اونایی که در ICU بستری هستن رو ممکنه کم بکنه و همینطور درصد بهبود یافتگان رو ممکنه افزایش بده. منتها ساید افکت‌های زیادی هم دارو داشته و بعد فازهای بعدی مطالعات رو طی کنه تا اینکه بتونه رو تعداد بیشتری از بیماران استفاده بشه. چه عوارض جانبی داشته؟ اسهال، عوارض کلیوی در بیش از نیمی از بیماران در این مطالعات کوچک دیده شده. آیا این دارویی هستش که در بازار موجود هست؟ نه، این دارو در فاز تحقیقاتی است. همونطور که گفتم باید رو تعداد بسیار زیادی از بیماران مطالعه بشه تا اینکه در واقع نسبت فایده به ضررش مشخص بشه که سیف هست برای استفاده و تاثیر مشخص داره و اون وقت در واقع وارد بازار خواهد شد. فرید سوال کرده که در صورت ابتلا به کرونا مقدار گلبول‌های سفید کم میشن یا زیاد؟ فاکتورهای خونی در فرد بیمار چه تغییراتی میکنه؟ یک سوم تا یک دوم بیماران فاکتورهای خونیشون، بیماریهای گلبول‌های سفیدشون در واقع کم شده و به خصوص لنفوسیت‌هاشون کم شده. آیا کاری هستش که برای افزایش گلبول‌های سفید آدم بتونه انجام بده در دوره‌ای که در خانه هست؟ نه، این چیزی نیست که بشه با درمان‌های خانگی تغییرش داد. در واقع بیشتر یک مشاهده بالینی است که روی این بیماران نشون داده شده و در ویروس های مشابه کرونا هم قبلا دیده شده بوده. برای علامت تشخیصی ممکنه ازش استفاده بشه، منتها تشخیص هم بیشتر بر اساس علائم دقیق تر هست تا این علائم تغییر بیماری در گلبول های خونی. خشایار پرسیده، سازمان بهداشت جهانی گفته میزان پاتتن در کسایی که از کرونا بهبود یافتن کمه، دلیلش چیه؟ سازمان بهداشت جهانی اطلاعی که داده دقیقا این نبوده. اطلاعی که صادر شد چند روز پیش بیشتر در واقع پاسخی بود یا اظهار نظری بود در مورد این سیاست که بعضی از کشورها دارن دنبال میکنن برای بازگشایی در واقع حالا مدارس یا بیزنس ها و اون سیاست این هستش که پیشنهاد شده که بعضی از کشورها یا استانها به کسانی که بیماری رو گرفتن و سطح پاتنشون بالا هست یه کارتی یا پاسپورتی مثل پاسپورت سفید ارائه بدن که به صورت یک در واقع گارانتی باشه که این آدم ها ایمیون هستند. سازمان بهداشت جهانی اطلاعی داده و گفته که این ممکنه فکر خوبی نباشه به خاطر اینکه با وجود اینکه 80-90% بیمارانی که به خصوص اونایی که بیماری شدید میگیرن از کرونا سطح باطنشون بالاست و در کل ایمنی خوبی هم دارن، همچنان یه 10-20% ممکن هست که سطح باطنشون بالا نباشه یا سیستم ایمنیشون کلا هنوز در واقع ریسپانس کافی نداشته باشه که ما بتونیم کاملا ایمیون تلقی کنیم. با این مطالعات در جریان هست فکر میکنم جواب این سوال مشخص در مورد ایمنی رو ما در یکی دو ماه آینده به طور خیلی دقیق تر بدونیم، ولی با شواهد الان میتونیم بگیم 80-90% کسانی که بیماری داشتن به خصوص بیماری های شدیدتر سطح باطنشون بالاست و ایمنیتی خواهند داشت و احتمالاً تا یک سال هم ایمنیشون دوام خواهد داشت. یکی از مخاطبامون پرسیده آیا بازدم سیگار که معمولاً تا چند ثانیه هم توی هوا باقی میمونه آیا میتونه باعث انتقال ویروس کووید 19 بشه؟ مثلا نگرانه که در خیابان یک کسی سیگار بکشه و از بازدمش در واقع ویروس منتقل بشه به بدنش. فکر میکنم جواب به این سوال رو باید دو قسمت بکنم. قسمت اول جواب مثبت است. بله، بازدم آدم‌های سیگاری مثل بازدم هر کس دیگری که مبتلا به بیماری باشه میتونه باعث انتقال ویروس بشه. ولی قسمت دوم که در واقع مشخص کردن شرایط اینطوری است که در خیابان مثلا دود سیگار بهش خورده باشه، کلن اون شرایطی از کنار کس دیگری در خیابان رد شدن احتمال ابتلا رو خیلی کم میکنه. چیزی که ما میدونیم این هستش که بیشتر کیس هایی که مطالعه شده و در دنیا پیگیری کردن از تماس نزدیک با یک کیس دیگه بوده و تماس نزدیک معمولا به این صورت تعریف میشه که
حداقل 10-15 دقیقه در یک محیط نسبتا کوچیک، مثلا اگر مترو هست یا یک مغازه کوچیک، اینجور جاها انتقال اتفاق میفته، نه از کنار کسی از خیابون رد شدن. حالا در کنار از خیابون رد شدن، همون فاصله هایی که سازمان بهداشت جهانی و سازمان های دیگه مطرح کردن در حد 2 متر 3 متر فاصله رعایت بشه کافی هست. مینو پرسیده زمان ماندگاری ویروس کرونا روی دستکش‌های یه بار مصرف چقدر هست؟ آیا میشه با رعایت زمان مورد نظر دوباره از این دستکش‌ها استفاده کرد؟ انتظار میره که ویروس روی اینجور دستکش‌ها تا چند روز باقی بمونه. میشه مثلا عدد 3 روز رو استفاده کرد. ترجیحاً خب ما اگر امکانش باشه توصیه میکنیم که دستکش‌ها فقط یک بار استفاده بشن، اسمشون هم روش دستکش یک بار مصرف هست. اگر بعد از 3-4 روز خواستن دوباره استفاده بکنن، شاید اوکی باشه و مشکلی نباشه و میشه سعی کرد دستکش‌ها رو دوباره اگه بشه ضدعفونی کرد، ولی همون چند روز باید روش حساب کرد، 3 تا 4 روز. خود دستکش یک بار مصرف رو نمیشه با صابون شست؟ صابون شستن هم امکان پذیره. کلا در مورد دستکش من اینو میخوام به خدمت بینندگانتون بگم که سازمان بهداشت جهانی یا سازمان مرکز کنترل بیماری های آمریکا توصیه اکید بر استفاده از دستکش ندارن و دلیلش همین هستش که پوشیدن دستکش ممکنه یک اطمینان کاذبی در واقع به فرد بده و اون وقت طرف شروع کنه دست زدن به جاهایی که به طور عادی دست نمیزنیم، مثل دستگیره درها یا جایی سطوحی که افراد زیادی بهش دست میزنن و حتی به وقتی دستکش میپوشیم، من خودم این حالت رو دارم، بعضی وقتا دوستان به دستم، به صورتم و به دهان دست بزنم و این ممکنه در واقع برعکس کار بکنه، ممکنه احتمال عفونت و آلودگی رو بیشتر بکنه. به خاطر همین توصیه اکید نشده دستکش رو حتما کارکنان بهداشتی آف کورس حتما باید مصرف بکنن، ولی اونها روش درست پوشیدنش رو بلدن، روش درست درآوردنش رو بلدن و دستکشاشون در واقع استیل هست و یک بار مصرف استفاده میشه. اینه که این در واقع حالتی که داریم راجبش صحبت میکنیم که کمبود هست، دستکش نیست، دستکش باید دوباره شسته بشه و پوشیده بشه، در نهایت ممکنه انتقال بیماری رو کمتر که نکنه، یه چیز زیادتر هم بکنه. دکتر دانایی، یه نگاهی بندازیم به نحوه صحیح در آوردن دستکش. نگرانی‌ها همچنان خیلی بالاست توی ایران. باز محمد رضا در این زمینه پرسیده که دستکش نخی استفاده کنم یا دستکش نایلونی. من فکر می‌کنم دستکش نایلونی به خاطر اینکه سطحش صاف‌تر هست و همونطور که گفتیم قابل شستشو یا قابل ضدعفونی کرد هست بهتره. دستکش‌های نخی خلل و فرج زیاد دارن، این ویروس‌ها ممکنه اون تو باقی بمونن. اگر دستکش نخی استفاده می‌کنن باید حتما بشورن و بذارن خوشه برای دفعه استفاده بعدی. خیلی ممنون دکتر دانایی. شما هم سوالات خودتون رو به پیامگیر بی بی سی فارسی @BBC شما در تلگرام بفرستید. هشتگ از ما بپرس یادتون نره.